با سلام، پس از مستند زیبای صدا و سیما درباره علی دایی و علی کریمی، زود نیوز با تایید این مستند افزود علی کریمی در بسیاری از بازی‌های فوتبال خیش زمین ساز ناآرامی بوده و اصلا تعادل اعصاب و روان نداشته و با تکروی و خوره بازی یک یک بازی کنان حریف را یه پا دو پا لاپایی ببخشید لایی زده که دور از شانه فوتبالیست ایرانی است. علی کریمی در همان زمان امضای قرارداد با تیم‌های عربی بند فوش خار و مار را به داور و سایر بازیکنان به قرارداد اضافه می‌کرده. باور نمی‌کنید؟ چرا اینجوری نگاه می‌کنید؟ حتی کارشناسان گفتند بسیاری از ناامنی‌ها در زمین فوتبال نیز نتیجه حضور علی دایی و علی کریمی بوده که این عصبانیت لاجرم به تماشاچیان سرایت نموده. آنها با عصبانیت از ورزشگاه خارج شده، رانندگی میکردن، تصادف کرده، ترافیک ایجاد شده، هوا را آلوده کرده، در نتیجه آلوده شدن شهر و کشور نیز مسببش علی دایی و علی کریمی هستند. حاکی شواهد از آن است که بنیانگذار شعار اگزوز خاور در مجاری داور و توپ تانک فشوشه داور ما شغل شریفی نداره، علی دایی و علی کریمی هستند. بسیاری از بازیکنان فوتبال نیز پس از این سخنان از علی دایی و علی کریمی شکایت کردند. ببینید قهرمان، نمیدونم حالا یه بقول معروف خدا بهش یه قد بلندی داده بود، آقا هر کی یه سانتی میکشید میخورد تو سر ایشونو میرفت تو گل. بعد حالا اینا میگن ما قهرمان، نه اینا قهرمانای ما نیستن. و در شکایتنامه فوتبالیستان نوشته شده که ما 109 تا سانتر کردیم که علی دایی چون قدش بلند بوده توپ خورده تو کلنش و رفته تو گل. در واقع اون گلها مال ماست. بله، در این راستا ستاد سد معبر نیز از علی دایی به جهت کل معبری شکایت کرد. حتی خود علی دایی هم از کله شکایت کرد. اصلا این کله باعث نارضایتی خیلی ها شده. پسر عموهای علی دایی هم از علی دایی شکایت کردند. ایشان گفتند ما یه اون فکر میکردیم این علی داییه، نگو علی عمو بوده. زود نیوز هیچ وقت فکر نمی‌کرد مشکل مملکت ما این دو اسطوره فوتبال ببخشید این دو فوتبالیست عصبی باشند. واقعا خاک بر سر ما، ولی راه جبران بازه. تا درودی دیگر، بدرود. حال کردی خدایی، چجوری زدم ریشه رو قشنگ خدایی.